اگه امسال به آنفولانزای شدید مبتلا شدید چیکار باید انجام بدید؟ بهترین کار اینه که توی خونه بمونید و به مدرسه و اداره نرید. آب مورد نیاز بدنتون رو تامین کنین و از دمنوش ها و سوپ‌ها استفاده کنین. همچنین میوه و سبزیجات تازه میل کنین. مواظب بدتر شدن علائم بیماری مثل مشکلات تنفسی، تب و سرگیجه هم باشید. در صورت داشتن هر گونه شرط حاد و مزمن به پزشک مراجعه کنید. و اما اگه امسال دچار آنفولانزا هم نشده باشید مطمئنا دچار سرماخوردگی فصلی شدید بیاید به جای خوردن قرص یه رژیم غذایی متعادل بگیریم و سیستم ایمنی بدنمون رو در سطح بالای قرار بدیم هرچند که هنوز ثابت نشده گرفتن یه رژیم غذایی متعادل کمک به درمان بیماری میکنه ولی واضحه که گرفتن این رژیم کمک میکنه علائم بیماری کمتر بشه ویتامین C رو دوست و پیشگیری کننده سرماخوردگی و آنفولانزا بدونیم و با خوردن آب پرتقال یا درست کردن کیکی از آب پرتقال دوز مورد نیاز بدنمون رو از این ویتامین تامین کنیم اگه لازمه برای خرید بیرون برید میدونم خیلی سخته به مراکز بزرگ خرید سری نزنید و گاهی وقتا هم نیاز از ATM ها استفاده کنید تحقیقات جدید نشون داده این دستگاه ها میتونن به اندازه دستشویی ها آلوده باشن و باعث انتقال بیماری بشن پس باید احتیاط بکنید احتیاط به معنای این نیست که وسواسی باشید اینه که قبل از اینکه دستتون رو به طرف صورتتون ببرید مطمئن باشید که دستتون ضد عفونی شده با ما باشید برمیگردیم